مناسبت اخیری که مناسبت تلخی است صلواتم بگم. انفجار و انتحاری کور امروز در غرب کابل در دشت برچی در یک مرکز آموزشی بچه ها و دختران متعلم و دانش آموز را مورد حمله قرار داده. اینا فرزندان ما هستند، اینا دخترها و بچه های ما هستند، اینها برای ما مهم است. امروز نسل جوان ما مورد مخاطره است. اینها امتحان آزمایشی کنکور رو می دادن، نه اسلحه داشتن، نه در سنگر و جبهه جنگ با کسی بودن، نه میتینگ سیاسی داشت که بر علیه یا علیه کسی حرف بزنن. اینا رفته بودن که خود را آزمایش کند برای کنکور نهایی که برگزار میشه. این حوادث برای ما تلخ است. روح و روان همه ما را خسته و خفه کرده. باید مسئولین حکومت تدبیر کنند، فکر کنند، اندیشه کنند. این دشمنان انسانیت و دشمنان مردم افغانستان، دشمنان کردل، بزدل، به این عملیات های کور انتحاری چقدر از ما میخواین بکشین؟ در 18 سال از خون ما سیر نشدید؟ شما واقعا از ما که از این همه کفن و دفن و تسلیت گفتن ما خسته شدیم، شما از کشتن ما خسته نشدیم؟ این عمل عمل خوارج گونه است. از خدا میخواهیم که عاملین و مسببین این حادثه و مثل این حوادث را در دنیا و آخرت خار و ذلیل کنند. مردم ما هم هوشیار باشه. ما کشتن و ترور شدن، ما این حوادث را زیاد دیدیم. امام اول ما امیر المؤمنین، پاکترین انسان، عالمترین انسان، دانشمندترین انسان، عادلترین انسان، بعد از پیغمبر فدای ترور شد. خوارج، صدر اسلام دست به این جنایت زدن. امام مجتبی همینطور، سید الشهدا، سرور و سالار شهیدان. امام حسین، ما با تو عهد و پیمان داریم که این راه را ادامه میدیم. سید الشهدا، امروز اول صبح بچه ها و دخترای پاک و معصوم وقتی می رفتن سر کلاس با قلم و کتابچه بودن. ای آزادگان دنیا، ای جوان مردای دنیا، بدانید امروز ما را به جرم داشتن قلم و کتابچه می کشن. ای امام زمان، اینها پیروان جد تو امام حسین هست. ای امام زمان، اینها پیروان جد تو رسول الله هست. ای امام زمان، دخترها پیروان مادرت فاطمه هستند. هرچی ما را بکشید ما مثل شیشه هستیم، هرچی ریز شود تیزتر میشیم. شما چیزی حاصلتون نخواهد شد. مردم شیعه دست از علم آموزی بر نمی دارد، دست از مکتب رفتن و مدرسه بر نمی دارد. هرچی از ما بکشید ما تمام نمیشیم. ما پیروان مکتب امام حسینیم. مگر با شهادت امام حسین مکتب امام حسین را توانستید ناکام کنید و از صحنه بیرون کنید؟ امروز 5 قاره دنیا در تسخیر تفکر امام حسین و حضرت زینب است. هر کجای دنیا برید در محرم نام حسین و زینب زنده است. ای
مردای عالم بدانید که این دانش آموزای ما هم زنده هستند. اینا سرفرازند. ما خدا را شکر میکنیم که در راه علم آموزی کشته میشیم، در راه دانش آموزی کشته میشیم که یک فریضه الهیه. این ایام که گذشت شهادت پیامبر اکرم و امام مجتبی و حضرت رضا بود، الحمدلله مجالس خوبی بود، اما اکثر این بچه ها و دخترها عشق زیارت امام رضا بر دلشان ماند. ای امام رضای بچه هایی که امروز کشته شدن، عشقشان این بود که بیاید خراسان به پابوس حرم تو. امروز چند تا نامه به من دادن و پیام دادن، واقعا دیگه مرا مستعصل کرد. بزرگواری نوشته بود که فلانی این دختر من خیلی علاقه داشت که برود در صحن و سرای امام رضا، ولی نرفت. ای امام رضا، امشب اینا مهمانای تو هستن. ای امام رضا، اینا امروز مهمان شب مهمانان ویژه تو هستن. سایر مهمانا با پا می آین، ولی ای امام رضا، اینا دیگه با روح و روان می آین، پا ندارن به زیارت تو می آین. ای امام رضا، امشب این مهمانای تو با بدن تیکه تیکه و پرخون می آین مهمان تو می شن. عباسلت میگه امام رضا به من گفت فرشها را جمع کن. چرا آقا فرشها را جمع کنم؟ شما بیمارید، مسموم شدید، نیازی به استراحت دارید. امام رضا فرمود عباسلت، نمیخواهم مانند جدی غریبم حسین روی خاک جان بدم. عباسلت میگه فرشها را جمع کردیم. حضرت رضا روی خاک قرار گرفت، ولی من میخوام بگویم ای امام رضا، درست شما روی خاک جان دادید، ولی وقتی که جان دادید آقا، قبل از جان دادن آب و دوا هرچی میخواستی در اختیار تو بود، ولی جدت حسین را با لب تشنه شهید کردم. امام رضا، وقتی که روح در بدن داشتی، سرت را روی زانوی جواد الائمه گذاشتی، ولی در کربلای اتفاق برعکس شد، سر علی اکبر بر زانوی جدت امام حسین بود. امام رضا، وقتی که روح از بدنت جدا شد آقا، سایه روی سرت بودی، خانه سقف داشت، تو زیر آفتاب نبودی، ولی جدی غریبت حسین سه شبانه روز روی ریگای بیابان کربلا زیر آفتاب افتاده بود. امام رضا، وقت جان دادی مسموم شدی، بدن تو سالم بود، سر در بدن داشتی، ولی جدی غریبت حسین سر در بدن نداشت، صدها زخم بر بدن حضرت بود. ای امام رضا، این نکته ها را عرض کردم که امام رضا، امشب ای بچه و دختر، بچه ها و دخترای ما را امام رضا نوازش بده. ای امام رضا، اینا غریبان شهید شدن. ای امام رضا، اینا بی دفاع بودند. آخرین جمله من، ای امام رضا، وقتی به شهادت رسیدی بدنت سالم بود، امام جواد غسل داد، کفن کرد، نماز خوان بر جنازه تو، ولی دلها بسوزد برای عزیز زهرا حسین. بدنش بی غسل و کفن، به جای غسل و کفن اسبها را بر بدن نازنینش تاختن. امام رضا، وقتی شما شهید شدین، دیگه خانواده تو در مدینه بود، دور بود، ولی سالم بودن. اما بعد از شهادت جدی غریبت حسین، خانواده که همه به اسارت رفتن. امام رضا گفتی فرشها را جمع کنید، ولی امام رضا، دیگه کسی خانه شما را آتش نزد، اما دل آب سوزد برای غریب کربلا حضرت زینب. بعد از شهادت برادرش حسین، اولین کاری که کردن خیمه ها را آن.
این خیمه ها خانه قرآن بود، محل نزول وحی بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ای خدا دیگه ما کجا بریم؟ در خانه یکی را بزنیم آی امام زمان، اگر برادم آی مثل من قهر تو را به جان مادرت فاطمه به این شهدای ما ترحم کن آقا. ما امروز جای دیگه ای نداریم، کجا بریم؟ آی مردم، خواهر و برادر من، هر کجا نشستی و این صدای من را میشنوی، هر کسی اربابش بالای سرش نباشه حالش امینه. این ختم شریف را همه با هم با سوز و گداز با همی اشکهایتون، اشکتان را پاک نکنید. قطعا ایمان دارم به این چیزی که میگم، اشکهای مظلوم ریشه ظالم را میسوزاند، شک نکنید. اشکهای حضرت زینب پایه و اساس بنی امیه را به هم ریخت. این اشکهای شما ریشه ظالم را میسوزاند، ریشه خوارج را خشک میکند، شک نکنید به این. همه با هم برای خوشنودی قلب پیامبر بزرگوار اسلام، خوشنودی قلب دختر نازنینش حضرت زهرا، فرزند برومندش امام زمان علیه السلام، همه اهل بیت معصوم رسول خدا، و از خدا بخواهیم که خدایا دیگه من خسته، من خیلی حال من مساعد برای این صحبت نیست، ببخشید. کشور مستقر کنه بخون، اما یجیب المضطر اذا دعاه. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین، یا الله رسول معظم اسلام و قرآن عظیم الشان قلم عفو بر جرایم اعمال ناشایسته ایمان درکش. همین الان و همین ساعه همه ما را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین این جمع، مراجع بزرگوار تقلید که از دار دنیا رفتن، مؤسس این بنای مقدس حضرت آیت الله شهید و شهدای امروز، همه را خدایا امشب مهمان پیغمبر اکرم و امام هشتم قرار بده. خدایا قاتلین این شهدای عزیز ما، مسببین این حوادث را در دنیا و آخرت خوار و ذلیل بگردان، در قیامت اونها را با اشد مجازات بفرما. خدایا به خانواده های معظمی عزیزان، اینایی که دختر و پسر از دست دادن، مادران و پدران، خواهران و برادران، همه فامیل هایی که داغدارن، خدایا به اینها صبر جمیل عنایت فرما، اجر جزیل عنایت فرما. خدایا
به حق محمد و آل محمد نقطه پایان در مشکلات پیروان اهل بیت و مردم مسلمان افغانستان بگذار. خدایا شر دشمنان اسلام و قرآن و اجانب به خودشون برگردان. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت مؤید و منصور فرما. خدایا عمده دعای ما این از فرج امام زمان ما را برسان. قلب مقدس و نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. دعای من بزرگوار در حق ما مستجاب بگردان. خدایا تفضلا همه ما را جزو اعوان و انصار اطباع و پیروان واقعی اون حضرت قرار بده. خدایا به پیر مردان ما حسن عاقبت، به زنان ما عصمت فاطمی و زینبی و به جوانان ما حس مسئولیت دینی بیشتر کرم فرما. خدایا مریضای مسلمین در هر کجای عالم هم ملتمسین دعا شفای عاجل کرم فرما. قرض مقروضین ادا فرما. خدایا گرفتاری ها را از همه مردم رفع و دفع بفرما. خدایا حوایج مشروعی انجام برآورده بخیر فرما. این مکان مقدس و سایر امکنه مقدس از گزند حوادث حفظ فرما. خدایا همه ما را عاقبت بخیر بگردان.